سخنران بعدیمون نویسنده و شاعر آقای علی قمری، ویدیوشون رو با هم دیگه نگاه میکنیم. پاسداشت علی باباچایی نه اینکه یه وظیفه است. پاسداشت او برای من یک امر کاملا خودخواهانه تلقی میشه، چون که باباچایی خویشاوند منه، نه به جهت یک رابطه خونی یا همولایتی بودن، بلکه به خاطر اینکه من و باباچایی و همه کسانی که ادبیات و شعر براشون نوعی سعی و تلاش برای تحمل زندگی و برای لذت بردنه، حول یه محور واحدی میچرخیم که یک معنای کلی رو با خودش یدک میکشه و این معنای کلی همون شعر تجربه گرایان است. باباچایی از شمار 3-4 تنیست به نظر من در ادبیات معاصر که تا 8 دهه عمرش همچنان بر تجربه گرایی تأکید داره و باید این رو عنوان کرد که تاریخ نشون داده که تاریخ ادبیات، یعنی تاریخ تجربه گرایی و تمام کسانی که در تاریخ ادبیات اسمشون موندگار شده و جاویدان شدن، تجربه گرا بودند. علی باباچایی نه به عنوان یه شاعر بلکه به عنوان یه هنرمند درجه یک در عرصه هنر حضور داره. یعنی من تأکید دارم نه فقط به عنوان یک شاعر بلکه به عنوان یک آرتیست درجه یک، باباچایی وجودش بسیار جریان ساز بوده. شور و جوانی در همه شؤونات این شاعر بزرگ نظر من تلالو داره، چه در هم نفسی با شاعرهای جوان، چه به خاطر جوونه هایی که مدام در شعرش رویدن. شعر باباچایی پر از هوشمندی، شیطنت، فلسفیدن و جوانی است. باباچایی کسیه که در شعر فارسی مسئله سازی کرده، یک جریان ایجاد کرده، خودش یک جریان بوده و مسئله سازی و طرح پرسش یک امر بسیار مهم در ادبیات به شمار میاد و راه یقین و ایمان رو میبنده و از انقیاد ادبیات و جهان جلوگیری میکنه. راوی در شعر باباچایی یک پیامبر نیست که همه پاسخ‌ها رو میدونه. راوی در شعر او یک انسانیه که در واقع یه انسان معمولیه که طرح پرسش میکنه، میتونه باشکوه باشه و در عین حال مبتذل، میتونه باهوش باشه و در عین حال احمق، واقعی باشه و در عین حال مجازی، مثل همه. به این جهته که میگم باباچایی هوشمندانه عمل میکنه. من به نوبه خودم از باباچایی به خاطر آموزه ها و اشعارش و لذتی که برای من ایجاد کرده سپاسگزارم. ممنون از آقای علی قمری بابت ویدیویی که برامون فرستادن و تشکر ویژه‌ای که از جناب آقای باباچایی کردن برای شعرهایی که گفتن و راهی که زندگی رو لذت بخشتر کرده برای عزیزان چون آقای علی قمری. آقای باباچایی میشتن این صدای شما. علی قمری از طرفی چون خودشون متعلق جهان هستن که میکنند پشتبانه داره و یه جوری نص صریح به حساب میاد. در واقع نمیخوام الان لطفی که ایشون به من داشتن رو بخوام جبران کنم. من همچی آدمی نیستم. خود
علی هم به خوبی این رو درک میکنه و اصلا انتظارم چیزی ندارم و این رو توبینه به خودشون تلقی خواهند کرد و میکنم حس میدارم اینجوری باشن. با صورت من جز تشکر به کار دیگری نمی کنم. مجموعه صحبت هایشون که راهگشا بودن همین الان برای من میشه گفت که انگار به حساب یه جوری تجلی این جمله هست که خود من این رو به کار بردم چند بار، که ما فلاکت را به لذت تبدیل میکنیم. منظور لذت هنری هست. من این رو باز تأکید کنم که بسیار آموختم از مطالب ترجمه شده یا طرح مباحثی که ایشون کردند و قبل از این مسئله، یعنی چند سال پیش، من این موضوع را شخصا به ایشون گفتم که من بسیار از کارهای شما استفاده می‌کنم. دقیقا به معنی استفاده، این کار مأخذ باشه برای من، مأخذی غیر قابل تردید. با سپاس.